با عرض روز و ادب خدمت شما هموطنان عزیز و ارجمندان، در روز پایانی هفته میخواهم دو روزنه یا دو دریچه کوچک برای شما هموطنان عزیزم باز کنم به روی وطنمان ایران و به روی غرب. هر دوش بسیار ضروری است از نظر آگاهی شما، از نظر اینکه دربارش اندیشه کنید، به دلیل اینکه در آستانه 34مین سال حکومت اسلامی قرار داریم و این حکومت ضد ایرانی آنچه را که خودش دهه فجر می نامد و اکثریت مردم ایران در معنای وسیع کلمه دهه زجر می نامند را آغاز کرده است، با همان نمایشاتی که هر ساله می دهد. ابتدا سری می زنیم به وطنمان. آقای شیخ سعید پور محمدی، عرض کنم که رئیس کل ستاد بازرسی حکومت اسلامی، میگوید که ما قادر نیستیم به پرونده بعضی از اشخاص رسیدگی کنیم. یک توضیح بدم خدمتتون، دنبال همان جار و جنجالی است که رئیس قوه قضاییه از آقای احمدی نژاد میخواهد که لیست دزدها رو بفرستد به دستگاه قضاییه تا آنها تعقیب کنن. آقای احمدی نژاد میگوید من لیست را چند بار فرستادم اما ترتیب اثر ندادن. به دنبال اون ماجراست که این رئیس بازرسی کل کشور همچی حرفی را میزند. میگوید که ما نمیتوانیم به بعضی از پرونده ها رسیدگی کنیم زیرا که فتنه برمیانگیزد. تا اینجاش هم مهم نیست، مهم این تکیه ایست که میکند. میگوید عدم رسیدگی به این پرونده هایی که اگر رسیدگی کنیم فتنه برمیانگیزد عین عدالت است. عین عدالت، توجه کنید، رژیمی که دست یک مرد بدبخت را قطع میکند چون احتمالا به دلیل گرسنگی چیزی را دزدیده است، دو جوان را میبرند اعدام میکنند به دلیل اینکه باز هم شاید اجبار، شاید بدبختی، شاید فقر، شاید بیماری پدر یا مادر و هزار علت دیگر موجب شده است که حمله کنن و کیف یک نفر را از دستش برو باین یا کتش را از تنش در آورن. این میگوید ما این گردن کلفتا را محاکمه نمی کنیم، به پروندهشون رسیدگی نمی کنیم چون فتنه برمی انگیزد. بنابراین این عین عدالت است که ما این کار را می کنیم. عدالت اسلامی که میگن همینه دیگه، عدالتی که حکومت مدعی آن است و اون وعده ها را میداد برای عدالت موقعی که آقا زیر درخت سیب نشسته بود، همین نوع عدالت است دیگه. بازتر از این که نمیتواند رئیس بازرسی کل کشور عدالت را برای شما مردم ایران معنی کند. ما رسیدگی نمی کنیم و این عین عدالت است، یعنی دزدا باید بگردن، دزدای بزرگ، این دزدای کوچولو هم باید دستشون قطع شه، عرض کنم که تناب دار به گردنشان انداخته بشه چون دزدای کوچولو هستن. اگر میخواهید مطابق عدالت اسلامی رفتار کنید باید برید جزو طبقه دزدای بزرگ. دزد کوچک جای زندگی ندارد، دزد بزرگ میتواند حاکم باشد. این فقط بخشی است. بگذاریم از اینکه همین امروز یک مسافر عادی را در آلمان، در فرودگاه آلمان گرفتن که 45 میلیون یورو، اشتباه نشنیدید، 45 میلیون یورو همراه خودش پول داشته است. بگذاریم از اینکه همین سال گذشته افرادی وارد این آمریکا شدند که در همین دانتان لس آنجلس 100 میلیون دلار سرمایه گذاری کردند. چرا؟ چون همه کسانی که دور بر رژیمن میدانند که رژیم مرده است، رژیم ساقط شده است، این ظاهر رژیم است که باقی مانده است، مثل امامشان مقوایی شده است، همون مقوایی که خمینی رو باهاش ساختند و آوردند و جوانای کشور رو مجبور کردند با دستکش‌های سفید دست گل به دست به این مقوا تعظیم و تکریم کنن به عنوان گارد احترام.
این شرایط داخل کشور است. همه آن کسانی که میتوانند بگریزند میگریزند، با یا پولاشون رو به خارج میفرستند، میلیون میلیون دلار. حالا برگردیم به دریچه غرب. آقای چاک هیگل، کسی که به عنوان وزیر دفاع جدید از طرف آقای اوباما انتخاب شده است، این در جلسه پرسش و پاسخ در کنگره، که میدانید هر کسی را که رئیس جمهور معرفی میکند باید کنگره صلاحیتش را تصویب کند، این آقا در کنگره میگوید که ما نمیتوانیم حکومت اسلامی را جزو لیست تروریست ها قرار دهیم، ما نمیتوانیم که با حکومت اسلامی غیر از روند دیپلماتیک روند دیگری را به کار ببریم. چرا؟ دقت کنید، میگوید یک دولتی است قانونی منتخب و عضو، عرض کنم که، سازمان ملل متحد. این منتخبش خیلی جای حرف داره. آیا منظورش آن 99% است که در آغاز انقلاب اعلام کردن رفتن به حکومت اسلامی، نه یک کلام بیشتر و نه یک کلام کمتر رأی دادن، و یا اینکه این حکومت منتخب غرب است، آمریکا و انگلستان؟ هواپیما را فرانسه در اختیار ایشون گذاشت که بیاید به تهران. آن کسی که لباس مهماندار هواپیما پوشیده دست حضرت امام را گرفته است، مأمور ویژه دستگاه های اطلاعاتی فرانسه است که آمده است مبادا آقا را ترور کنند موقع پیاده شدن. درست میگوید آقای هیگل، وزیر دفاع جدید آمریکا، این دولت منتخب است، بنابراین با دولت منتخب باید بازی کرد، نباید با آنها با خشونت رفتار کرد. اما آتشی را که آمریکا و انگلستان برافروختند، خود از آن در امان نیستند و نمیتوانند بمانند. ماجراهای لیبی، ماجراهای گوشه و کنار دنیا و تروری که امروز انجام گرفت در ترکیه، در برابر سفارت آمریکا، در مقابل در جنبی سفارت آمریکا، و یک آمریکایی کشته شد و خود کسی هم که حمله انتحاری کرده بود کشته شد. این آتشی که برافروختند دامن خودشان را به زودی خواهد گرفت. نمیتوان، نمیشود در جهان امروز آتشی برافروزی برای دیگران و خود از آن آتش در امان بمانی. تشکر میکنم از اینکه وقت گذاشتید و به این برنامه توجه فرمودید. تا بامداد صبح روز دوشنبه که برنامه ویژه را به مناسبت 34 سال انقلاب اسلامی آغاز میکنیم و تمام هفته میپردازیم به انقلاب اسلامی، همه شما عزیزان را به ایزد مهر میسپارم. بدرود.